مثلا نوع شکنجه، اول برنامه عرض کردم خدمتتون، نوع شکنجه مهمه. یه زمانی ممکنه یه آدمی شکنجه فیزیکی و روانی بده، ممکنه یک آدمی به لحاظ تبلیغاتی آدم برجسته‌ای باشه و شناخته شده باشه، بتونه بیرون مطرح بکنه مسائل و برای حاکمیت. البته الان تو دوره در واقع دولت احمدی نژاد این موضوع زیاد مهم نیست که ایراد کسی بیاد این مسائل طرف کنه، خیلی شفاف نقض در واقع بشر میکنن و در واقع موارد قانونی رو زیر پا میذارن. اما به دو شکل، یکی در واقع وضعیت روانی زندانی به همین زمانی که وضعیت جسمانی، وضعیت جسمانی عموما با شلاق یا در واقع کابلای ویژه مخصوص در واقع شکنجه کردن دارم یا با چوب. مثلا یه نمونه شو حالا برای دوست دیگر اتفاق افتاد، من دیدم حدود یک سال و نیمه پیش بود که آقای مهندس موسوی، سید الاکبر موسوی که نماینده مجلس بود، ایشون گرفتار زندان بودن. من ایشون رو دیدم که با چوب، نماینده مجلس، کسی که در واقع خودش اومد توی این زندان بیرسیم و دیواره که دیگه رو برداشت بود، تکره اینقدر قدرت داشت، وقتی دار زد اعتراض کرد با چوب انقدر دادن که خون سرش روی دیوار رو در واقع مسیر دار رو پاشیده بود. این چیزی که اعتراض کرده برای من مثلا کابل بود، کابل میزدن، کابلی که در واقع یا تحقیل میکردن. خیلی عوض میخوام اینو میگم، سر رو توی در واقع چاه چالبی که پر شده بود از بند اومده و از دندان بسخواهی میکنم میگم سر رو مثلا سوی سوی سر. یا مثلا اخبار بلوغ از اینکه خانواده فوت کردن یا خانواده دستگیر شدن. یا مثلا من تو زندان توحید صدای مادر رو پشت در سلول میشیدم، فکر کنم بشه توهم آدم میشیدم، این صدای رد شده بود، فکر کنم مادر رو دستگیر کردن آوردن. یا دندون سمت راستم نگاه کردم به خاطر اینکه تفهیم اتهام امضا نکردم شکل من. این شو دیگه که من جزئیات چیکار کنم تعریف کنم.